أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و شنوندگان راه حق و عدالت را، امروز با تحلیل نهایت کوچکی از سوره الحمد که ما هر روز در نماز خود می خوانیم جلب می نماییم، تا که بتانیم هر روز وقتی به پروردگار عالم این سوره را می خوانیم و بعضی از جملات را به زبان می آوریم، اقرار می کنیم، ببینیم در عمل کرده زندگی خود آیا واقعا ایمان کامل در کردار و عمل کرده خود مطابق این آیه که ما می خوانیم داریم یا نداریم. پس شروع می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد، تمام ثنا و صفت، ستایش، عبادات و هر آن عقیده پاکی که درباره خداوند جل جلاله و انسان ها دارند و عمل کرد می کنند، برای کی است؟ لله، برای خداوند. کدام خداوند؟ خداوند در روی زمین زیاد است که مردم برای خود مجسم ساخته. رب العالمین، آن ذاتی که خالق همه مخلوقات است. پس همه مخلوقات را ما که می دانیم در روی زمین، ما پنج نوع مخلوق داریم به صورت عموم در کائنات خود که به چشم دیده میشه، یعنی انسان ها، شیاطین، حیوانات، پرنده ها و جمادات، یعنی زمین و آسمان. خب وقتی خالق این همه مخلوقات شد، این چه ذات و صفات داره؟ این ذات چه صفات داره؟ الرحمن و رحیم است. در این دنیا، در این زندگی که همه ای را خلق کرده، مهربان است، رحم داره، برای همه گی نان میده، رزق میده، پادشاهی میده، ذلت میده، میگیره، برای همه گی به تقسیم، هیچ ظلم نمی کنه بلای کس، مگم انسان ها به نفس خود ظلم میکنه. الرحیم، مهربان است در روز یوم دین، در زندگی یوم بعثت، بالای کسانی که عمل نیک انجام دادن در این زندگی خود، بخاطر از که مالک یوم دین او یا آن پروردگاری که ما ذکر کردیم، پادشاه و یا مالک یا واقدار یوم قیام است. پس ای خدا، بر بنده ها چه لازم است؟ ای یا خاص که برای تو ای خدا نعبد و ما عبادت میکنیم، و همچنین ای یا خاص که برای تو یا الله از تو نستعین، مدد میجویم. اهدنا، نشان بده، راهنمایی کو، در علم ما بگنجا، صراط المستقیم، آن راهی که هدایت شونده است یا مستقیم است برای کسب رضای تو. صراط الذین، بخاطر که این صراط مستقیم آن صراطی است انعمت، که به تو به نعمت دادی، انبیاء علیه السلام و رسولان خود را. صراط الذین، صراط راه الذین، بران کسانی که انعمت و تو به نعمت دادی، علیهم، برای آنها. و همچنین ما را نجات بده، غیر المغضوب،
از آن راهی که تو برایش غضب کردی مثل قوم غرق شد، قومی که توسط جیغ جبرئیل علیه السلام مردن، قومی که زیر زمین شد، یعنی عادیان و سمودیان، قوم لوط و قوم صالح علیه السلام و غیره و غیره. پس چرا آنها غرق شدن، غضب شدن؟ رایشم غلط بود. خدای تو ما را از آن راه نجات بده. غضب کردی علیهم بر آنها و همچنین ولا ضالین و آنها را در گمراهی و تاریکی قرار دادی که هیچگاه راه حق و عدالت را ندیدند و قبول نکردند. آمین. آمین به خاطر میگیم که بله خدایا، آمین گفتار ما را قبول کو، ما تصدیق ایمان داریم. پس اینجا در این سوره مبارکه چی رازهای نهفته است؟ وقتی ما ایرا به زبان میاریم، ایرا در عقل خود میگنجانیم و در هر نماز میخوانیم، پس ببینیم که ما در عمل کرده خود قبول ایمان یا تصدیق 100% دری داریم، یعنی بخاطر که ای یا که خاص برای تو نعبد و ما عبادت میکنیم. پس چرا در پهلوی این عبادتی که ما ادعا میکنیم که خدایا برای تو عبادت میکنیم، در پهلویش پیر و پیشوا و بت و درخت و خیش و قوم و انسان و حیوان و نبات و جامدات و ستاره و مهتاب و آفتاب و غیره را میگنجانیم؟ پس دروغ گفتیم، دروغ میگیم. ما عقیده کامل برای ایاک نعبد و بر تو عبادت میکنیم نداریم. وقتی خداوند جل جلاله بر ما میگه که کار نامشروع است، ممنوع است، خلاف قاعده و قرآن است، میشنویم ولی عمل کرده نداریم. پس ایاک نعبد و کجا شد؟ و ایاک و خاص از تو ای خدا نستعین، ما مدد میخواهیم. یعنی با جمله را با زبان میاریم، عقیده داریم، ایمان داریم، ولی آیا در عمل کرده خود پیاده میسازیم؟ قبول 100% داریم؟ نه. بخاطر که اندکترین مشکلی که بر ما ایجاد شوه، اگر قوت و قدرت داشته باشیم، دیگه نام خدا و خدا در انسات فراموش است، از زور و قوت خود میگیریم. می نازم، ما توپ دارم، تانک دارم، راکت دارم، بچه دارم، دنیا دارم، مال دارم، اولاد دارم، عزت دارم، دبدبه دارم، قدرت و منزلت و پادشاهی دارم، از اون استفاده می کنم، عرف خود را در زمین می زنم. نمیگم یا که نعبد و خدای از تو مدد می خواهم. این چیزهایی که تو بر ما دادی یه همش مخلوق از فناست. ما میبینیم که سلاطین با وجود قوت و قدرت و بم اتم و راکت و توپ و طیاره و عساکر خود میمره، از خود دفاع کرده نمیتونه. پس ایاک نستعین از کجا شد که اینجا مردم خدا را فراموش میکنه؟ و یا در حالت غربت، در حالت تنگدستی، به عوضی که از پروردگار خود کمک بخواهیم، به عوضی که از پروردگار خود از مددش استدعای داشته باشیم، میزنیم این در و اون در و این در و ناشکری و صد گفتار بیجا و عمل کردهای ناشایسته را انجام میدیم که خلاف قاعده و قانون شریعت و قرآن باشه. پس ما باید کوشش کنیم وقتی میگیم ایاک ای خدای خاص بر تو نعبد و ما عبادت میکنیم و ایاک خاص از تو نستعین مدد میجویم، پس باید با ایمان کامل خود در رفتار زندگی خود با این عمل کرد خود وفادار باشیم، ننازیم با قوت و قدرت خود و حراس نداشته باشیم از ناتوانی و
عاجزی خود در زمین، به خاطر که ما از خدا مدد می خواهیم و ما هر عمل کردی که داریم ترس و بیم از پاچه نداریم در راه عبادت بغیر از خدا، با خدای خود می کنیم. ما به کس نمی کنیم از کسی توقع پول و پیسه و مادیات و بعضی از تحایف نداریم. کرامات و حکمت های دیگری هم در این الحمدلله نهفته است که باز خدمت شما انشاءالله تقریم خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله.